بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة قارعة كي آن سورة در مكة مكرمة نازل شده است. الله سبحانه وتعالى می فرماید: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. به نام خداوند بخشنده مهربان. الله سبحانه و تعالی در این سوره مبارکه می فرماید: فروکوبنده چیست؟ آن فروکوبنده و تو چی دانی که آن فروکوبنده چیست؟ روزی که مردم مانند پروانه ها پراکنده خواهند بود و کوه ها مانند پشمی زده شده خواهند بود. پس اما هر کس که در آن روز پله ترازویش وزمین باشد، پس او در یک زندگی خوشنود و پسندیده خواهد بود. و اما هر کس که پله ترازویش سبک باشد، پس مسکن و گناهایش هاویه است. و تو چی دانی که هاویه چیست؟ آتش سوزان و شعلور است. القارعه از نامهای روز قیامت است و به قارعه نامگذاری شده است، چون مردم را فرو میکوبد و وحشتهایش آنان را پریشان میگرداند. بنابراین آن را مهم و بزرگ بشمرد و فرمود: فروکوبنده چیست؟ آن فروکوبنده و تو چی دانی که آن فروکوبنده چیست؟ روزی که مردم مانند پروانه ها پراکنده خواهند بود، در آن روز مردم از شدت وحشت و هراس چون پروانه های پراکنده شده میگردند. پروانه هایی که برخی به میان برخی میروند و موج میزنند و نمیدانند کجا میروند، و هرگاه آتش روشن شود همه به سوی آن میروند، چون درک آنها ضعیف است. و مردم که دارای عقل هستند در روز قیامت چنین خواهند بود. و الله تعالی می فرماید: و کوها مانند پشمی زده شده خواهد بود، اما کوهای سخت و پرسلابت مانند پشمی حلاجی شده خواهد شد. پشمی که بسیار ضعیف و کوچکترین باد آن را به هوا می برد. الله تعالی می فرماید: و کوه ها را جامد میپنداری، اما آنها چون ابرها حرکت میکنند. سپس کوه ها به گرد و غباری پراکنده تبدیل میشوند و از بین میروند و چیزی از آنها باقی نمیماند. پس در این وقت ترازو ها گذاشته میشود و مردم به دو گروه نیکبخت و بدبخت تقسیم میشوند. الله تعالی میفرماید: فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. هر کس نیکی هایش از بدی هایش بیشتر باشد، در زندگی رضایت بخش در بهشتی پر ناز و نعمت به سر خواهد برد. و اما من خفت موازینه، و اما کسی که کفه های ترازی عمل هایش سبک باشد، به این صورت که نیکی های نداشته باشد که در برابر بدی هایش بیستد، و امه هاویه، پس جایگاه و مسکن او آتش دوزخ است. یکی از نام های دوزخ هاویه می باشد، و دوزخ به منزله مادرش می باشد و همواره او را در آغوش می گیرد. همینطور که الله تعالی می فرماید: این عذابها کان غراما، بیگمان عذاب آن سخت خواهد بود. و بعضی گفتن که معنای آیت چنین است: او در سرش در دوزخ انداخته می شود. و اما و ما ادراک ما هی، این تعظیم امر دوزخ است. سپس آن را به فرموده اش تفسیر کرد: نار حامیه، آتش بسیار گرم و سوزان است و از آتش دنیا 70 برابر گرمتر و سوزنده تر می باشد. به الله تعالی از آن پناه می بریم.